یه موزلی که برای کانال یوتیوب داشتن خیلی ها دارن و خود من همچنان درگیرشم بحث تامنیله. تامنیل زدن خب یه بخشیش بحث اینه که چقدر نشون میده محتوای این ویدیو چیه، یه بخشیش بحث زیباییه و اینکه بیننده رو ترغیب کنه که روی این کلیک کنه. حالا کاری نداریم که یه سری ها تو چرت و پرت مینویسن که فقط کلیک بخوره و دروغه، یعنی اصلا میگه مثلا اینجا منفجر شد، میری اون تو میبینی هیچی نیست، حتی راجب انفجاری صحبت نمیکنه، که به اینا میگن کلیک بیت. در واقع چیز درست میکنی که فقط کلیک کنیم ما به عنوان بیننده و داره گولمون میزنه یه جورایی که کار درستی هم نیست. معمولا هم جواب کوتاه مدت میگیرم و مثل چوپان دروغگو میشه دیگه، کلن کانال میره تو باقالی ها، یعنی اون چیزی که تامنیل باید بگیره رو اصلا نمیگیره. توی تامنیل یه بحث دیگه که هستش اینه که وقتی من یه تامنیل درست میکنم، اگه بخوام یه لوگوی خودم رو مثلا درست کنم، لوگومو بذارم اونجا، چند سال میکشه فقط لوگوی منو بخواد مخاطب بشناسه. یعنی کانال من همین الان مثلا به درآمدزایی رسیده ولی سالها بعد لوگومو میشناسن. بعد آدما لوگو براشون خیلی جذاب نیست، لوگو بیشتر جنبه تجاری داره، به خصوص توی یوتیوب اصلا جذاب نیست. یعنی طرف میاد ویدیوی کیوان رو ببینه، قیافه کیوان رو تامنیل باشه میفهمه چه خبره، این ویدیو مال کیوانه. ولی اگه نباشه، حالا فکر کن با یه سبک مثلا داری تیتر میزنی، تامنیل میزنی، مثلا تو همه تامنیلات رنگ زرده، طول میکشه تا مخاطب بشناسه چی به چیه. بعد یه سری هم هستند که مثلا طرف حتی باهات حال میکنه، یعنی اصلا منظره‌ای که داری توش کار میکنی، قیافه خودتون ببینه حال میکنه باش، ولی اون تامنیلی که مثلا رنگ زرد قرمز فلانه اونو ببینه، شاید هیچ ایده‌ای نداشته باشی توی این ویدیو چه خبره و اصلا روش کلیک نکنه. واسه همین یه کار باحالی که میشه کرد اینه که خودمون جلو دوربین هستیم تو ویدیوهامون، روی تامنیلمون هم باشیم، حالا با همون لباس، با همون سر و شکلی که داریم اون ویدیو رو ضبط میکنیم، با همون سر و شکل توی تامنیلمون هم باشیم. این خیلی کمک میکنه که بیننده درجا بشناسه و اونی هم که نمیشناسه بدونه با چی طرفه. حالا یه وقت هست مثل الان من هر سری دارم میرم یه جا و لوکیشن ویدیوها با هم متفاوته، یا حداقل کادر دوربین متفاوته تو هر ویدیو، سعی میکنم اینجوری باشه. واسه همین تامنیل ها هم متفاوت میشه و باعث میشه که بیننده بفهمه که این ویدیو جدیده، اینو قبلا ندیده. حالا روش نوشته هم میذارم موضوع هم جدیده، بیشتر متوجه میشه که این ویدیو رو قبلا ندیده. کاری نداریم، یه خط قرمز هم اون پایین یوتیوب میکشه، یه طرف دیده باشه نشون میده که تا کجاش دیدی، کاری با اون نداریم. اما خیلی وقتا هستش ما داریم توی لوکیشن ثابت، مثلا دکور درست کردیم، کلی هزینه کردیم و داریم اونجا ضبط میکنیم پادکستمون و ویدیومون و هرچی دیگه، ما نمیتونیم هی عکس از همونجا بذاریم و اینا. اونجا مجبوریم که یه ذره شخصیت ها رو جدا کنیم، مثلا منو جدا کنیم، بک‌گراندمو یه ذره رنگ متفاوت بهش بدیم، مثلا بک‌گراندمو زرد کنیم یا کم رنگ کنیم، زیر یه حاله نور مثلا سبز رنگ بره و مثلا یه نوشته بیاد اینجا، یه همچین حالتی. اینجوری کمک میکنه که بیننده بفهمه که این ویدیو جدیده. یه ضرب من همینجوری همه ویدیوام تامنیلش همین باشه و همینجا باشم، دیگه قاطی میکنه که اینو من قبلا دیدم یا نه، و خیلی دقت نمیکنم به اون نوار اون پایین که متوجهشن دیدن یا نه. حالا یه بحث نهایی میمونه راجع به تامنیل که بهتر من بیام یه عکس جدا بگیرم برای تامنیل، یا یه فریم از ویدیو مو بردارم. یه فریم از ویدیو یعنی چی؟ یعنی ویدیو رو مثلا رو کامپیوترت، رو گوشیت، هر جا فول اسکرین داری میبینی تمام صفحه و میزنی عقب جلو فلان، یه جا که خوب بود همونو اسکرین شات میگیری و از اون استفاده میکنی به عنوان ویدیوت. یه وقت هم هستش نه، جداگونه اصلا میری جلوی دیوار سفید عکس میگیری، یا نه اینجا بعد اینکه ویدیو تموم شد همین یه عکس هم میگیری. عکس خب طبیعتا راحته، یعنی دیگه لازم نیست بین کلی فریم های زیاد ویدیو بگردی ببینی کجا خوب شده، ایزرت یه دونه گرفتی تکلیف روشنه، کیفیتش بالاتره، رزولوشنش معمولا بالاتره. اما
یک باگی داره، باگ بزرگی هم داره که خیلی زننده میکنه ویدیوهامونو. اونم اینه که ما که مدل نیستیم، پوز عکاسی بلد نیستیم. بعد بلدم باشیم هر ویدیو بسته به موضوع باید یه ربطی داشته باشه دیگه، یا حداقل بی ربط باشه. نتیجه چی میشه وقتی ما پوز عکاسی بلد نیستیم؟ این میشه که میایم ویدیو میگیریم، خب میایم عکس میگیریم، خب باید یه ادایی چیزی در بیاریم، نمیتونیم سیخ وایسیم که باید یه حالتی داشته باشیم. اونقدر بازیگر نیستیم که بتونیم خیلی نچرال به افق خیره شیم، عکس رو بگیریم و این عکس بشه عکس شاهکار واسه تامنیلمون. معمولا یه عکسایی میکنیم، یه حرکاتی میکنیم جلو دوربین که اینا یه بار دوبارش جالبه، اما زیاد چه میشه یه چیز احمقانه. مثلا کانال داریم که 90% ویدیوهاش داره تعجب میکنه اینجوری داره نگاه میکنه، 10% ویدیوهاش هم داره اینجوری فکر میکنه، کلا همینه. مثلا این آدم نمیدونم یه سال دو سال نمیدونم چند وقت کلا همش یا در حال اندیشه است یا در حال فکر، تو همه ویدیوهاش راجع به هزار تا موضوعه. بعد این فیگور تعجب کردن دیگه مثلا حال به همزن میشه دیگه، هرچی هرکیو میبینی آقا تصویر رو نگاه کن، فقط میای رو صفحه هوم یوتیوب با کامپیوتر به خصوص که بغل هم نشون میده، میبینی یه سری آدم متعجب وایستادن و هر کدوم تشتکشون پریده که وای چه گوشی، وای چه چرخ گوشتی، وای چه نمیدونم درختی، همه اینجوری. خیلی زننده است و اصلا واسه کامیونیتیمون خوب نیست، واسه جامعه فارسی زبان یوتیوب اصلا خوب نیست هممون قیافمون اینجوری باشه یا اینجوری باشه. دو سه تا ادا هم که بیشتر بلد نیستیم قربونش برم در بیاریم دیگه، خیلی وضع بیریخ میشه. واسه همین به نظر من بهتره که یک فریم از ویدیو رو برداریم، حالا هر چی، اصلا مهم نیست خیلی بخوره به اون موضوع این حرفا. اینکه ما هر سری تعجب کنیم که هر محصولی رو داریم راجعش صحبت میکنیم، اون هم طبیعی نیست و اون هم خیلی مرتبط نیستش به این بحث اون ویدیومون. نمیشه که آدم همیشه تعجب کنه، یه عداست دیگه، یا همیشه در حال اندیشه. یه جوریه. به نظر من خیلی بهتره که یک فریم از ویدیومونو ورداریم که طبیعی تر باشه دیگه، ما جلو دوربین هر ثانیه یه ادا و یه جست و یه حرفا نهاریم، یه طبیعی داریم حرف میزنیم. واسه همین یه فریم طبیعی خیلی راحت تر میشه تو فیلممون پیدا کرد. ولی خب بعضی هم هستن که میتونن عکس بگیرن و عکس بخوره به اون موضوعشون. اگه میتونین به نظر من عکس بهتره، اگه نمیتونین و قراره همش تعجب کنین یا در اعماق اندیشه فرو برین، به نظر من یه فریم از ویدیو بردارین خیلی به جواب تره. خود من شخصا نمیتونم چیز کنم، یعنی بارها شده، مثلا تو یه سال اول که یوتیوب شروع کرده بودم بارها شده که عکس هم گرفتم و یه دونش رو استفاده نکردم چون به درد نمیخوره، میبینم خیلی مسخره شده، خیلی ادای زیادی توشه و نشده. حتی خواستم ادا در نیارم باز مصنوعی، انگار به زور منو گرفتم آوردن اونجا، نتونستم برای تامنیلی عکس خوب بگیرم، انقدر همه چیش مصنوعی میشد و به دل خودم نمیشست. اینم بد نیست که حواسمون باشه. بعد برای اینکه بتونیم یه فریم بگیریم یه جاهایی هست مثلا دسته داره حرکت میکنه تار میفته، ولی یه جاهایی هم هستش ثابته. حالا مثلا اینجا خوب شده همه چی، بعد مهم هم نیست قیافم خوب باشه، یه چیزی باشه که انگار برسونه، یه ربطی به ویدیو بتونیم پیدا کنیم. یا مثلا اگه به این تصویر دو تا نوشته فلان و فلان دو تا کلمه هم اضافه کنیم حدوداً میتونه معنی رو برسونه. بعد خیلی هم قرار نیست قیافه ما مفهوم کل ویدیو رو برسونه، قیافه ما کار اصلیش اینه که بیننده بفهمه این ویدیو مال کیوانه، مثلا بیشتر از این قرار نیست باشه. واسه همین زیاد هم لازم نیست سخت بگیریم. یه فریمی که قیافه صحیح سالمه، تار نشده، این حرفا باشه کافیه. حالا معمولا جایی که آدم ثابت تر وای میسته اوکیه. یه چیز دیگه هم هستش، اگه با گوشی فیلم برداری میکنین که هیچی، همه اینا تنظیمش اتوماته، اما اگه با دوربین دارین فیلم برداری میکنین خیلی مهمه که شاتر اسپیدتون و فریم ریتتون با هم مرتبط باشه و درست باشه، وگرنه عکساتون یه کج و کوله است. یعنی دست تو که اینجوری میکنی دست کجی به نظر میاد، یا اینکه اینجوری میکنی تار میشه،
برای اینکه این بیشترین وضوح رو داشته باشیم تو هر فریم، باید سرعت شاترمون 1.1 رو کاری نداریم، عددی که میمونه باید 2 برابر فریم ریتمون باشه. یعنی اگه من 25 فریم در ثانیه دارم ویدیو میگیرم، باید سرعت نوردهی شاترم 1.50 باشه. اگه 60 فریم میگیرم، باید سرعت شاترم 1.120 باشه. باید نیستا، بهش میگن قانون، قانونم نه، زاویه شاتر 180 درجه. این مال دوربینای فیلم برداری سینمای قدیمی بود که صفحه گردی داشت، نصفش خالی بود نصفش پر بود. این در واقع اگه برای هر فریم نصفشو نور میداد نصفشو نور نمیداد، زمان نوردهیه در واقع سرعت شاتر. که اینم بذاریم رو چیز خیلی جوابه دیگه، معمولا واضح ترین تصویر رو میگیریم ازش. خلاصه اینم از لم دوربین که با این فرمون برین جلو تصویرهای واضح تری میگیرین. بعد سرعت شاتر رو وقتی میبرین عددش رو بالا، مثلا میشه 120، خیلی تاریک میکنه سفر رو. یعنی نمیشه با نور کم مثلا 120 چیز کرد برای 60 فریم. برای همین 60 فریم هم خیلی وقتا لازم نیست، فقط چون نمیدونیم چی عددش بزرگتره میریم سراغ 60 فریم. بهتره که بیایم رو 30 فریم که سرعت شاترمون هم بشه 1.60 و یه نور درستی هم داشته باشه. مراقب خودتون باشین و تو کارتون هم موفق باشین. تا پادکست بعد، خداحافظ.